چیز رو کار و اینا هنوز ندیم، فقط در اون گردش، گردش کالاها و گردش بود. ولی از اینجا به بعد قراره که پای کار بیاد وسط تا بتونه توضیح بده همین منطق پرسش ارزش افزایی رو. نشان دادیم که ارزش اضافی نمیتواند از گردش به وجود آید و بنابراین برای اینکه ایجاد شود باید چیزی در پس صحنه رخ دهد که در خود گردش مشهود نیست. اما آیا ارزش اضافی میتواند در جایی غیر از گردش که مجموعه تمامی مناسبات متقابل صاحبان کالا ایجاد شود؟ صاحب کالا بیرون از گردش تنها با کالای خود رابطه دارد. تا جایی که ارزش آن کالا مد نظر است، این رابطه محدود به این است که آن کالا کمیتی از کارش را در بر میگیرد که بنا به قانون‌های اجتماعی معینی سنجیده می‌شود. این کمیت کار در مقدار ارزش کالایش تجلی می‌یابد و چون مقدار ارزش بر حسب پول محاسبه‌ای بازنموده می‌شود، این کمیت نیز در قیمت مثلا 10 پوند استرلینگ بازنموده می‌شود. اما کار صاحب کالا بازنمودی دوگانه ندارد. کار صاحب کالا بازنمودی دوگانه ندارد. معنای بازنمودی دوگانه رو الان ببینید. یعنی این گونه نیست که این کار هم در ارزش کالا و هم در کمیت مازاد بر ارزش بازنمودی بشه. اینجوری نیست. یعنی هم در قیمت 10 پوند استرلینگ و هم در قیمت 11 پوند استرلینگ که ارزشی بیش از ارزش خود آن است بازنموده نمی شود. صاحب کالا می تواند با کارش ارزش ایجاد کند، اما نمی تواند ارزش ها ایجاد کند که خود افزایی کند. وی می تواند ارزش کالایی را با افزودن کاری تازه به آن و بنابراین ارزشی بیشتر و ارزش موجود بیافزاید، مثلا از چرم کفش بسازد. اکنون همین ماده ارزش بیشتری دارد زیرا دارای مقدار کار بیشتری است. بنابراین کفش ارزش بیشتری از چرم دارد، اما ارزش چرم همانند گذشته باقی میماند. این ارزش خود را افزایش نداده است و در جریان ساختن کفش ارزش اضافی را به خود منظم نکرده است. بنابراین غیر ممکن است که تولید کننده کالاها بتواند بیرون از سپهر گردش بدون ارتباط با صاحبان کالاهای دیگر ارزش را ارزش افزایی کند و در نتیجه پول یا کالاها را به سرمایه تبدیل کند. بنابراین سرمایه نمیتواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب غیر ممکن است که بیرون از گردش پدید آید. این اوج چیز دیگه، یه جور اوج موقعیت دیالکتیکیه، یعنی آشتیه، آشتی ناپذیر تناقض ها. سرمایه هم باید و هم نباید از گردش سرچشمه بگیره. اون فرازی که گفتم تو بحث های مارکسیست متأخر گمه اینجاست که مارکس به طرز غریبی داره میگه ارزش هم نمیتونه بدون گردش وجود داشته باشه، یعنی تا زمانی که با دیگر کالاها در مبادله قرار نگیره ارزش اضافی نمیتونه محقق بشه. در این حال داره میگه که فقط نمیتونه محصول لحظه گردش بشه. یعنی طرز غریبی این دو با هم همبستن. بنابراین ما با نتیجه دوگانه روبرو میشیم. تبدیل پول به سرمایه باید بر پایه قانون‌های درون‌ماندگار مبادله کالاها بسته شود. به این ترتیب نقطه آغاز مبادله هم‌ارزا باشد. صاحب پول که هنوز صرفاً در شکل شفیره‌ای سرمایه دار است، باید کالاهای خود را به ارزششان بخرد. آنها را به ارزششان بفروشد و با این همه در پایان فرآیند ارزش بیشتری را از آن ارزشی که در ابتدا در گردش انداخته بود بیرون کشد. تناقض اینجاست. سرمایه‌دار اولیه باید کالاهای خود را به ارزششان بخرد، آنها را به ارزششان بفروشد، ولی در آخر یه چیزی بیشتر از این ارزش را به جیب بزند. حالا مسئله اینه که این چطور ممکن؟ ظهور او به عنوان پروانه باید و نباید در سپهر گردش اتفاق افتاد. شرایط مسئله این هاست.
رودس اینجاست، همینجا و همین الان جست بزن. با الهام از همون جمله معروف هگل در مقدمه عناصر فلسفه حق. یه بار دیگه این جمله رو ببینیم. سرمایه‌دار باید کالا رو به ارزشش بخره. یکی از مهمترین کالاهایی که سرمایه‌دار باید بخره برای اینکه خط تولیدش رو بندازه چیه؟ خود نیروی کار دیگه. خود نیروی کار هم کالاست که حالا در ادامه خواهیم. میگه سرمایه‌دار نیروی کار به مسابقه کالا رو به اندازه ارزشش میخره. حالا با ارزش نیروی کار هم آشنا خواهیم شد دیگه. ارزش نیروی کار هم مثل هر ارزش دیگه ایه. مقدار زمانی که صرف تولیدش شده و مارکس میگه صرف باز تولیدش. کالاها رو که داره تولید کرده باید به ارزششون بفروشه. این دومیه، معادل مقدار کاری که صرف تولیدشون شده. و در این حال باید یه چیزی و با این همه در پایان فرایند ارزش بیشتری رو از آن ارزشی در ابتدا در گردش انداخته بود رو به جیب بزن. بازم برگشتیم سر اصل داستان، چگونه این ارزشی که در آخر فرایند تولید از مجرای فروش ارزشش بیشتر از ارزشی که سرمایه‌دار در ابتدا به گردش انداخته بود از کجا میاد؟ مارکس میخواد در یک کلمه تکلیف رو روشن کنه دیگه. از کار نیروی کار. کار نیروی کاره که ارزش بیشتری از ارزش اولیه تولید میکنه. الان بسره سر ارزون خریدن یا گرون خریدن ارزش نیروی کار الان هنوز نیست. مسئله فقط سر اینه که سرمایه‌داری زمانی ممکن میشه که شما ارزشی بیش از ارزشی که به جریان انداختی، یا به زبان اقتصاددان‌های امروزی پولی بیشتر از پولی که وارد بازار، وارد کارخونت کردی، وارد کسب و کارت کردی، وارد بنگاهت کردی رو بتونی بیرون بکشی، بتونی حاصل کنی. به زمان این فقط میتونه محصول کار ارزش آفرین نیروی کار باشه. حالا توی قسمت دوم بحثمون این ماجرا رو دنبال میکنه. وارد احتمالاً تعیین کننده ترین بخش شده، فروش و خرید نیروی کار. چون فرانس داره از این طرف میگه خودش تصدیق میکنه که ما اگر کار اضافه انجام بدیم به این کالا میشه ارزشش اضافه بشه. از اون طرف هم تمام این عوامل واسطه همشون قابل تغییر به زمانه، یعنی بازاریابی، مسافت، همه اینا میشه با منطق زمان ریزی کنه. حتی بنده هم سرمایه روایی که داره میگه اونا هم میشه با زمان روز، یعنی ممکن که اگر مبادله در واقع ارزش مبادله تجلی زمان اجتماعی لازمه، انگار مثلا سرمایه ربایی به جای اینکه تجلی زمان رو بفروشه خود زمان رو بفروشه. یعنی با منطق مارکسی همه اینا ارزش اضافی نیستن، ارزش هم ارزش خود کالایی هم هیچ دلیلی نداره اسم این کالایی. خب اولا همه هنوز با مفهوم ارزش اضافی آشنا نشدیم. داره تناقضی رو میگه که یک سرمایه کالایی داره خودش ارزش افزایی میکنه. یه ذره تأمل بکنیم، چون مفهوم ارزش اضافی رو در پیوند با کار باید توضیح بدیم. در واقع مارکس میگه ارزش اضافی همون کار پرداخت نشده نیروی کاره. هنوز پای این صحبت‌ها رو نکشیدیم بسید. خب اینا چیزاییه که نه در سرمایه مالی وجود داره یا به اصطلاح سرمایه ربایی، نه در سرمایه تجاری. حالا راجع به هر یک از اینها میشه مستقل بحث کرد. مارکس هنوز بحثی نکرده مثلا سرمایه ربایی یا همون بهره رو امروز اقتصاددان‌ها چجوری توضیح میده. اصلا بهره چیه؟ چیه بهره؟ مثلا در واقع بهره یه جور جبران کاهش قدرت خرید پول در طول زمان. فرض اینه که من به تو 10 تومن پول قرض بدم برای یک سال، این توجیه نداره که یک سال بعدم 10 تومن ازت پس بگیرم. چرا توجیه نداره؟ به این دلیل که این 10 تومن من در سال آینده به اندازه 10 تومن الان دیگه قدرت خرید نداره، قدرتش داره کم میشه. در نتیجه چی؟ مثلا تورم.
بنابراین بهره مابود تفاوت، تعبیر دقیقش مابود تفاوت قیمت پول در لحظه پرداخت و در لحظه باز پرداختش. برای همینه که در خیلی از کشورها که مثلا نرخ تورم پایین صفره، مثلا نرخ بهره هم صفره، چون یا خیلی جا اصلا منفیه، مثلا در خیلی از کشورهای به ویژه اسکاندیناوی و اینا، شما پولتو بذاری بانک سال آینده بخوای پولتو پس بگیری، نه تنها هیچی به اضافه نمیدن، با چیز ازت کم میکنن. این نرخ میگن سود سپرده، سود سپرده کاملا در پیوند با نرخ بهره است دیگه، بسیار کاملا با در پیوند با هم بفهمیم. برصورت میخوام بگم که فقط فاکتور زمان نیست، پای خیلی چیزهای دیگه هم وسطه که مارکس اسمشو میذاره فهرست بلند بالایی از عناصر میانی توی سرمایه تجاری، و پای خیلی چیزهای دیگه توی سرمایه تجاری مالی که مارکس اصلا در اینجا در قرارشون ساکته. اگر بخوای تفسیر مارکسی از این ماجرا رو بخونی، مثلا در قبال سرمایه ربایی، باید کتاب سرمایه مالی ایلفردینگ رو ببینی دیگه، که صحبت هم کردیم ازش به عنوان مثلا جلد چهارم کاپیتال یاد میشه. یعنی میخوام بگم که ما در قبال موضوعاتی که مارکس در بارشون ساکت بوده یا یه دو تا جمله گفته رد شده، نمیتونیم با اجازه قاطعیتی نظر سفت و سخت بدیم. خب یه نکته دوم این که همه چیز رو نباید به زمان تقدیل بدید. تو گفتی که در نهایت مثلا فاصله و ریسک پذیری و فلان اینهایی هم که تو سرمایه تجاری هم اتفاق میفتن میشه به زمان برش گردید. مارکس ارزش رو فقط با زمان که توضیح نمیده، که با زمان کار توضیح میده. این خیلی نکته مهمه. الان بلا فاصله پای موضوع بسر کشیده میشه که خود کار چیست و نیروی کار کدومه، کدوم نیروی کاری که سرمایه‌داری رو تشکیل میده؟ آیا تاجری که برای خودش داره کار میکنه اصلا در قبالش میتونیم مثلا مفهوم ارزش اضافی به معنی مارکسی رو به مسابقه کار پرداخت نشده توضیح بدیم یا نه؟ اینا همه سوال بایدی الان هنوز مفاهیم کافی برای توضیح دادنشون رو اجالتا نداریم. احتمالا امروز که این فصل تموم بشه، فکر دقایق دیگه تموم میشه، دستمون پرتره برای اینکه جواب سوالهایی که تو مطرح کردی رو بدیم. بذار بریم تو خود متن ببینیم به کجا میرسیم. الان رسیدیم به خود جنس، یعنی خود جنس فروش و خرید نیروی کار. تغییر در ارزش پولی که باید به سرمایه تبدیل شود نمیتواند در خود پول اتفاق بیفتد، زیرا پول با کارکرد خود به عنوان وسیله خرید و وسیله پرداخت فقط قیمت کالایی را که می‌خرد یا پرداخت می‌کند تحقق می‌بخشد. خب این پس نکته اول، تغییر ارزش پول یعنی تبدیل ام به ام پریم رو به اتکای خود پول نمی‌توان توضیح داد، چون کار پول دست کم به زمان روشن مقیاس ارزش وسیله پرداخت و به این معنا فقط در حکم چیه؟ بازنمایی قیمت یک کالاست. پس تغییر ارزش پول رو یعنی تبدیل ام به ام پریم رو با چی میتواند؟ دوباره طرح سوال. این در حالی است که هنگامی که شکل خاص خود را حفظ میکند، در واقع پول شکل خود را حفظ میکند، به ارزشی با مقدار ثابت سنگواره میشه، این تغییر نمیتواند از دومین عمل گردش یعنی بازفروش کالا سرچشمه بگیرد، زیرا این عمل بار دیگر صرفا کالا را از شکل طبیعیش به شکل پولی خود تبدیل میکند. بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق افتد که در نخستین عمل گردش یعنی MC خریده میشود، اما نه در ارزشان، زیرا هم ارزها هستند که مبادله میشود و ارزش کالا کاملا پرداخت می شود. بنابراین این تغییر فقط می تواند در ارزش مصرفی بالفعل کالاهای داده شده، یعنی در مصرف آن به وجود آید، چون هنوز به ما نگفته که اون کالای
این MC یعنی پولی که یه کالایی رو میخره چیه، یه ذره این جملات به نظرمون رازواره میاد، ولی وقتی تا دقیقی دیگه متوجه میشیم که اون چیزی که اینجا قراره در فرآیند اول خریده بشه در واقع خود نیروی کاره و این نیروی کار به مساوی کالاست که قراره ارزش بیشتری از ارزشی که صرف خریده شده، صرف خریده شده یعنی چی؟ صرف دستمزدش شده رو تولید بکنه، و ما کلید قفل باز می‌کنه. یه لحظه پیش دستانه این نکاتی رو گفتم و تو ذهنتون مرور کنین، این جملات معنا پیدا می‌کنه. مارکس میگه که در این سی امپریم نمیتواند چیز اتفاق نمیفته، ارزش اضافی در این اتفاق نمیفته، جمله درستی نیست، در این ریشه نداره. کالایی که به پولی بیشتر از پولی که صرف خریده شده تبدیل میشه، میگه تو این ریشه نداره، تو خود این گام دوم، توی دگردیسی دوم، تو سی امپریم ریشه نداره، توی ام سی ریشه داره، در پولی که یک کالای رو میخره میشده. تا دقیقی دیگر خواهیم دید که اون پولی که کالای رو میخره در واقع چیه؟ دستمزدی است که کارفرما برای خرید نیروی کار صرف میکنه، چون نیروی کار رو مارکس به مساوی کالا تحلیل میکنه. و حالا این نیروی کار به مساوی کالا به واسطه یک کاری که انجام میده و فقط به واسطه یک کاری که انجام میده امپریم رو تولید میکنه، یعنی ارزشی بیشتر از ارزشی که آقای کارفرما تو گام اول خرجش کرده بود. این شکل خیلی ساده و ابتدایی بیان اون چیزی که مارکس میخواد بگه. حالا باید بریم تو شکم کار رو طول و تفصیل بدیم تا معنای این سخن آشکار بشه. باشه؟ الان یه بار با این نکاتی که گفتم نگاه بکنیم، بعد از اون پانویس شماره دو. این تغییر نمیتواند از دومین عمل گردش، یعنی بازفروش کالا، یعنی همین سی ام سرچشمه بگیرد، یعنی خواستگاهش یه جدیه است، زیرا این عمل بار دیگر صرفاً کالا را از شکل طبیعیش به شکل پولی خود تبدیل میکنه. بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق بیفتد و در نخستین عمل گردش یعنی MC خریده میشه. حواستون باشه که این کالایی که توی مرحله اول خریده میشه نیروی کار. پس سی امپریم رو باید به خود این کالا، یعنی کالای سی، یعنی خود نیروی کار نسبت داد، اما نه در ارزش آن. یه بار دیگه جمله رو دقت کنیم. بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق بیفتد که در نخستین عمل گردش یعنی MC خریده می شود، اما نه در ارزش آن، زیرا هم ارزها هستند که مبادله می شود و ارزش کالا کاملا پرداخت می شود. میگه ببین MC معادله چیه؟ این یه مبادله است دیگه، مبادله پول با کالا. این نیمه اول گردش مبادله هم ارز هاست. معنی سادهش چی میشه؟ اینی که نیروی کار به همان مقدار ارزشش خریده میشه، یعنی کارفرما نیروی کار به مساوی کالا رو درست به همان قیمت ارزشش میخره. تا دقیقی دیگه خواهیم دید که ارزش نیروی کار، به قبلی گفتم، این ارزش هر کالای دیگری همان مقدار زمانی است که صرف تولید و چون با پدیده انسانی سر کار داریم باز تولیدش میشه. معنی سادهش چیه؟ یعنی همه کالاهایی که یک انسان، همون نیروی کار، برای باز تولید خودش به مساوی یک ارگانیسم زنده نیاز داره. امروز بهش میگیم چی؟ حداقل دستمزد. اصلا خود حداقل دستمزد یا سبد معیشتی که حداقل دستمزد در نسبت به سبد معیشتی تعیین میشه اصلا چیه؟ مقدار کالاهایی است که هر انسان زنده به شکل نرمال برای اینکه بتونه خودشو باز تولید کنه به مثلا یک ارگانیسم زنده بهش نیاز داره.
مارکس البته اونقدر حواسش جمع بود که بدون این سبد، یک سبد بلا تغییر نیست و از دوره‌های تاریخ مختلف میتونه اقلام این سبد کمتر یا بیشتر باشه. اوج این دعواها رو هر سال تو اسفندماه میتونید ببینید دیگه. مثلا سبد معیشتی که کارفرماها تعیین میکنن ممکن باشه 1,500,000 تومان. بگن آقا همین نیم کیلو گوشت بستتون. ولی سبد کالایی که خود تیمای کارگری میبندن عموما اختلاف 2-3 برابری بیشتر یا کمتر داره با سبدی که تیمای کارفرمایی تعیین میکنن. یعنی رو خود اونم قضیه صرف فیزیولوژیک نیست که مثلا علم تغذیه بتونه بگونه یک بار برای همیشه تعیین کنی که انسانی که مثلا 50 لیتر شیر مثلا در ماه بخوره دیگه بسش. خود این هم هی مدام محل دعواست که طبعا تیمای کارگری میخوان هی این سبد گنده‌تر کنن، هی کالایی که دیروز اصلا شامل حال این سبد معیشتی نبودن بیارن توش، بگن آقا ما اصلا عرض فراغت هم میخوایم، سینما و تئاترش هم بذارید توش، این بخشی از ضرورت های زندگی برای باستولید این نیروی کار شاداب. از این بحث ها همیشه هستی. حالا میرسیم بهش. خود مارکس میگه بدونه گفته بود چی؟ ارزش چیه؟ مقدار کار اجتماعا لازم برای تولید یک کالا. این اجتماعا لازم یعنی در هر جامعه‌ای مقدار زمان متفاوتی برای تولید یک کالا مد نظر. این در قبال انسان ها هم صدق میکنه، مقدار زمانی که خودش قابل ترجمه، این مقدار زمان قابل ترجمه کالاهای مشخصه دیگه، نه؟ مقدار زمان اجتماعا لازمی که برای باستولید نیروی انسانی لازم. 100 سال پیش مقدار زمان اجتماعا لازم با امروز ما از زمینی تا آسمانی فرق میکنه که خودش نتیجه ما خیلی از مبارزات سیاسی، دعواهای طبقاتیه که آقا اینو چقدر واقعا زمان در این لحظه مشخص تاریخی برای باستولید نیروی کار لازم. حالا این بحثا باز پیش دستانه است، ما در خود متن مارکس به این موارد خواهیم رسید، ولی حرف مارکس در این فراز بسیار روشن. میگه انسی مبادله هم ارزاست. یعنی چی؟ یعنی کارفرما نیروی کار رو به همون مقدار ارزشش میخره، یعنی به همون مقدار کمینهی که برای باستولید نیروی کار لازم. اینه معنای این جمله. یه بار دیگه ببینید. بنابراین این تغییر باید در کالای اتفاق افتد که در نخستین عمل گردش MC خریده می شود، اما نه در ارزش آن. داره میگه این تغییر در ارزش این کالایی که در MC خریده میشه نیست. چرا؟ چون زیرا هم ارزا هستن که مبادله می شوند. در MC هم ارزا هستن که مبادله می شوند. یعنی چی؟ یعنی ارزش کالا کاملا پرداخته می شود. ارزش کالای سی که نیروی کار باشه کاملا پرداخته میشه، یعنی کارفرما ارزش نیروی کار رو به شکل دستمزد بهش پرداخت میکنه. در اینجا هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده، ما هنوز در فرآیند هم ارزا هستیم. در مرحله دوم MC پریمه که ما وارد مبادله ناهم ارزها میشیم. یعنی چی؟ یعنی نیروی کار ارزشی بیشتر از ارزشی که داره به شکل دستمزد دریافت میکنه رو تولید میکنه. یعنی 10 تومن داره مزد میگیره تو این MC، ولی 15 تومن داره ارزش تولید میکنه. اون 5 تومن ما با تفاوت ارزش اضافی. برای همین که مارکس اسمی میذاره، در ادامه خواهید دید، کار پرداخت نشده. یعنی چی؟ یعنی کاری که به ازاش کارگر مزدی دریافت نمیکنه. فرض مارکس اینه دیگه، نیروی کار همواره در فرآیند کار ارزش بیش از ارزشی که به شکل دستمزد دریافت میکنه رو داره میآفرینه، داره خلق میکنه. سرمایه‌دار چگونه سرمایه‌دار میشه؟ چگونه هم باشه سرمایه اتفاق میفته؟ از قبل تصاحب یا به تعبیر دقیق‌تر استثمار ارزش اضافی، از قبل پرداخت نکردن مقدار کاری که صرف تولید ارزش اضافی شد. این لباب نظری مارکسه به شکل خیلی فشرده و خیلی بسیار to the point. خب حالا دوباره با این ملاحظات یه بار دیگه بینید سراغ من، فکر کنم گره هاش باید باز شده. بنابراین
این تغییر فقط میتواند در ارزش مصرفی بالفعل کالاهای یاد شده، یعنی در مصرف آن به وجود آید. برای اینکه دوست ما یعنی صاحب پول بتواند از مصرف کالایی ارزش بیرون بکشد، از مصرف کالا، یعنی نیروی کار رو داره مصرف میکنه، از قبل مصرف نیروی کار ارزش بیرون بکشه، باید چنان خوش اقبال باشد که در سپهر گردش، یعنی در بازار، کالایی را بیابد که ارزش مصرفیش از ویژگی غریب منشأ ارزش بودن برخوردار و بنابراین مصرف شدن بالفعل آن همانا عینیت یافتگی کار و از همین رو ایجاد ارزش باشد. داره میگه که ببین، برای اینکه CM پریم اتفاق بیفته، یعنی کالایی شما داشته باشید که بتونه ارزشی بیش از ارزشی که صرف شده رو تولید کنه، باید بتونید یه کالایی پیدا بکنید که این ویژگی رو ذاتی رو داشته باشه که ارزش آفرین باشه، که بتونه ارزش تولید بکنه و این ارزش رو بتونه در قالب عینیت یافتگی کار متجلی بکنه. و تنها کالایی که این ویژگی رو در بازار داره که میتونه از قبل مصرف شدن، یعنی از قبل کار کردن، ارزشی بیش از ارزش صرف شده برای خریدش رو تولید بکنه، همانا چیزی نیست جز نیروی کار. نه کار، نیروی کار. لیبر پاور، نه لیبر. بین اینا هم تفاوت هست، میرسیم بهش. اوکی؟ خیلی در این پیچ و تابش مشخصه که چی داریم. میگه فقط یک کالا هست که این ویژگی رو در بازار داره و اون چیزی نیست جز نیروی کار. کدوم ویژگی؟ تولید ارزشی اضافه تر از ارزشی که صرف خریدش شده. صاحب پول چنین کالای ویژه‌ای را به واقع در بازار پیدا می‌کند. توانایی کار کردن یا به بیان دیگر نیروی کار. پس حواستون باشه، داره میگه نیروی کار. نیروی کار چیه؟ همون بلقوبگی، توانایی، قدرت کار کردنه. کار نفس فعالیته، اما نیروی کار مترادف با توانایی کار کردن. یک کارگر از اون حال نیروی کاره که میتواند نیروی کار خودش رو به کارفرمای خوش اقبال بفروشه. منظور ما از نیروی کار یا توان کار مجموعه توانایی‌های ذهنی و جسمانی است که در یک کالبد مادی، در یک شخصیت زنده، یعنی نوع انسان وجود دارد. نیروی کار رو جالب نوع انسان داره نسبت میده، هنوز نه به طبقه کارگر، هنوز طبقه کارگر شکل نگرفته تو بحث ما. نیروی کار یک ویژگی عام به بشریه، هر نوع انسان از توانایی کار کردن برخورداره. سرمایه داریه که به اصطلاح این توانایی عام بشری رو عملاً به شکلی بیگانه شده از طبقه خاصی از افراد که جز این نیروی کارشون چیزی برای فروش ندارن تبدیل میکنه. توانایی هایی که او هنگام تولید هر نوع ارزش مصرفی فعال میکنن. اما ابتدا باید شرایط گوناگونی تحقق یابند تا صاحب پول بتواند در بازار نیروی کار به عنوان کالا بیابد. من یه سوال کمونیش تاریخی شکل میده. خیلی خوب، اوکی، فهمیدیم که نیروی کاره که فقط این ویژگی رو داره که میتونه ارزشی بیش از ارزش خودش تولید بکنه. اما سوال ساده اینو کجا پیدا کنه؟ این نیروی کار رو کجا پیدا کنه؟ مارکس میگه شرایطی باید پیش بیاد. مبادله کالاها در خود و برای خود مستلزم هیچ نوع مناسبات وابستگی دیگری نیست جز آنها که از ماهیت خود مبادله ناشی میشوند. با این فرض نیروی کار فقط هنگامی میتواند به عنوان کالا در بازار ظاهر شود که مالک آن، یعنی فردی که این نیروی کار از آن اوست، آن را برای فروش عرضه کند یا آن را به عنوان کالا بفروشد. مالک نیروی کار برای اینکه بتواند آن را به عنوان کالا بفروشد باید آن را در اختیار داشته باشد و دارنده آزاد توانایی انجام کارش و از همین رو وجود خود باشد. او و صاحب پول یکدیگر را در بازار ملاقات می‌کنند و بر مبنای برابر به عنوان صاحبان کالا با هم
رابطه برقرار میکنند. تنها با این تفاوت یکی خریدار است و دیگری فروشنده. بنابراین از دید قانون هر دوی آنها با هم برابرند. مارکس اینجا به شدت داره با مفروضات به اصطلاح سیاسی کلاسیک یا به تعبیر امروزی ما اقتصاد لیبرالی پیش میاد. این اصلا هیچ بار رمانتیک و احساساتی به ماجرا نمیده. میگه کاملا شما طرفین معامله ای دارید که با هم برابرند. هیچ اجباری اونجا در کار نیست. یکی نیروی کار داره میخواد بفروشه به شکل آزادانه، یکی هم پول داره و میتونه این نیروی کار رو به شکل آزادانه بخره و اینها به چشم قانون از لحاظ سوری با هم برابرن، به چشم قانون با هم برابرن. این ما رو دوباره پرتاب میکنه به چی؟ مارکس جوان و رساله درباره مسئله یهود که با هم خوندیم دیگه. نه مارکس از همون جوانیش هم منتقده برابری سوری بود، برابری فرمال، فقط به چشم قانون همه برابرن ولی در عالم واقع آدم اما به شکل انضمامی در نتیجه شکاف‌های جامعه طبقاتی با هم نابرابرن. رویای مارکس این بود که این دوتا رو بتونه با هم آشتی بده، برابری سوری با برابری انضمامی. انسان ها فقط در عالم انتزاع برابر نباشه بلکه به واقع هم برابر باشه. این البته حواستون هست دیگه، به این معنا نبود که مارکس برابری حقوقی رو دست کم میگرفت یا اهمیتی براش قائل نبود. معتقد بود این نتیجه یه شکافی در خود انسان مدرن که از یه طرف شهرونده، یعنی چی؟ فرد صاحب حقه، و از یه طرف چیه؟ فرد، فرد ساکن جامعه مدنی، یعنی انسان نگیم انسان در واقع همون فرد انضمامیه که جایگاه مشخصی رو در روابط تولید در مناسبات قدرت اشغال کرده. این انسان مدرن به مفهوم شکاف خورده است، هم شهروند هم فرد، هم ساکن انتزاعی دولت و نظام حقوقی، هم فرد انضمامی ساکن جامعه مدنی. این همه مفاهیم مارکسی دیگه، با این بحث هم که به تفصیل توی درباره مسئله یهود آشنا شدیم دیگه. حالا دوباره برگردیم به کاپیتال. مارکس اینجا پس داره میگه ببین از لحاظ حقوقی به چشم قانون دو طرف یعنی کارگر و کارفرما با هم برابرن. تا اینجا هنوز پیچیدگی وجود نداره. ظاهرا ما با چی سر کار داریم؟ یک قرارداد آزادانه بین دو فرد یا دو سوژه آزاد که آزادانه یکی تصمیم میگیره کار کنه، یعنی نیروی کار خودش رو بفروشه، و یکی هم آزادانه تصمیم میگیره که نیروی کار رو بخره. این هنوز یکی از نقاطی است که لیبرال ها روش وای میسن تا در واقع از میراث لیبرالی دفاع بکنن و در برابر مثلا اعتراضات کارگری اصلا هر دو سندیکا و چیزای اینا رو نفهمن. چرا؟ به این دلیل ساده که میگن که آقا این نمیخواد این شرایط رو بفرم بیرون. کسی مجبورت که نکرد بیا پای قرارداد کار امضا کنی بیا کار بکنی و بگی آقا چرا کجه، چرا راسته، چرا گرمه، چرا حقوق نمیدی. شرایط همین، میخوای بخونه میخوای نخونه. فرض چیه؟ شما با آزادانه اومدی پای قرارداد، چون آزادان اومدی پس غلط زیادی هم نکن. حق سندیکا میخوام و تشکیلات میخوام دنبال حق و حقوق رو میریم، این بازی ها رو نداریم. چون فرض مبتنی بر آزادان بودن لحظه انعقاد قرار داده، کسی گوشی شما رو نکشید بیاره پای قرار داد. حالا ببینیم چه اتفاقی داره میفته. مارکس برای تداوم چنین رابطه صاحب نیروی کار باید همیشه آن را فقط برای دوره محدودی بفروش رساند، زیرا اگر قرار باشد آن را کلا یک بار برای همیشه بفروشد خود را میفروشد و خودش را از انسانی آزاد به برده و صاحب کالا به کالا تبدیل میکند. یعنی داره میگه ببین فرق سرمایه داری با فئودالیسم از حیث نیروی کار چیه؟ اینی که در اولی نیروی کار آزاد شده، یعنی به اراده خودش میتونه نیروی کار خودش رو در زمانی محدود بفروشه داخل پرانتز یا نفروشه. اینو لیبراله میگه، ولی مارکس میگه ببین پرانتز یا نفروشه نداریم، اون به ناگزیر باید بفروشه. یعنی ما توی وضعیت پارادوکسی تو سرمایه داری هستیم، آزادی سوری، یعنی شما ظاهرا مجبور نیستی ولی ساختارن ناگزیری. این خیلی نکته تعیین کننده، این مغز جامعه شناسی، مغز جامعه شناسی نظرم کور جامعه شناسی همین. چگونه سوژه هایی که ظاهرا آزادن تحت
الزامات، فشارها و نیروهای ساختاری عمل میکنه. درسته شما جامعه شناسی رو منهای این پرابلماتیک مرکزیش اصلا نمیتونید بفهمید که تو جامعه شناسی چی هست. من بارها تو این کلاس و کلاس دیگه صحبت کردم راجبه جامعه شناسی نسبتش با خود سوژه، خود آیین، میراث روشنگری و چیزهای شبیه به چگونه جامعه شناسی در واقع یه جورای توهم زدایی از اون سوژه آزاد هم هست دیگه. که چرا ما سوژه آزاد در واقع نداریم؟ هیچ سوژه‌ای که آزادانه یه جور اتونومی غیر ممکنه، همواره ساختارها، الزامات ما رو دارن تعین می‌بخشن یا دست کم مشروط می‌کنن. حالا بگذاریم، برگردیم به این فراز. وی باید پیوسته نیروی کارش را دارایی یعنی کالای خود قلمداد کند و این کار را تنها با واگذاری آن به خریدار، یعنی با تسلیم آن به خریدار برای مصرف در یک دوره زمانی معین، یعنی به طور موقت میتواند انجام دهد. وی به این طریق میتواند هم نیروی کار خیش را واگذار کند و هم از حقوق مالکیت خود بر آن چشم نپوشد. این پانویس دو هم مهمه ولی من نمیخوامش، فرصت ندیم، خودتون عنایت کنید. حواستون هست دیگه کاملا مارکس داره به گونه ای چیزی نمیسه، غیر انتقادی داره نمیسه، خیلی توصیف خیلی عینی داره میکنه دیگه، نه بدون هیچ زبان احساساتی، بدون اینکه بحثشو با استثمار و فلاینا داره شروع بکنه، از رابطه برابر و آزادانه به میانجی به قرارداد برابر و آزادانه که در اون کارگر خودشون رو میفروشه، نیروی کارش رو میفروشه، اونم به شکل موقت و بنابراین مالکیت نیروی کار خودش رو حفظ میکنه، داره با این تعابیر توصیف میکنه ماجرا. اینکه خیلی پیازداغش رو اینجا زیاد میخوره، مثلا خیلی لحن مارکس در این فراز مهمه، سبکی که داره مینویسه. ولی چگونه، یعنی میخواد ببین، میخواد استثمار رو نتیجه بگیره، میخواد نشون بده که به واقع میخواد هم اول با استثمار شروع کنه، آخرم با استثمار ببنده بس. خیلی به نظرم از حیث سبک نثر و شیوه تحلیل اهمیت داره که شما چگونه وقتی میخوای به یک ناعدالتی هم اشاره کنی، یه نابرابری هم بزنی، چجوری بهش نزدیک شی، با منطق درونیش پیش بری و بتونی تناقضاتش رو نشون بدی. دومین شرط اساسی که سبب میشود صاحب پول نیروی کار را به عنوان کالا در بازار بیابد این است که مالک نیروی کار به جای اینکه بتواند کالاهایی را بفروشد که در آنها کارش عینیت یافته است، باید همان نیروی کاری را که تنها در پیکر زندگی او وجود دارد به عنوان کالا برای فروش عرضه کند. یعنی به تعبیر دیگه نیروی کار چیزی جز خود نیروی کار برای فروختن نداره، کالایی در اختیار نداره که کارش به ترجمه تر نیروی کارش در اون عینیت یافته باشه و بتونه اون کالا رو بفروشه. برای این چی رو میفروشه؟ نیروی، برای همین گیری مهم، نیروی کارش، یعنی تواناییش به کار کردن برای تولید محصولات عینی رو میفروشه. سنه دو دو برای این صاحب پول برای تبدیل پول به سرمایه باید کارگری آزاد را در بازار کالا بیابد. این نتیجه‌گیری و فرضای قبلیه و این کارگر باید از دو لحاظ آزاد باشد. دوباره هم حرفی که زده رو جمع می‌کنه. به عنوان فردی آزاد نیروی کار خود را به عنوان کالای خیش در اختیار داشته باشد و از طرف دیگر هیچ کالای دیگری برای فروش نداشته باشد، یعنی به طور کامل از قید آنها و از همه چیزهایی که برای فعالیت بخشیدن نیروی کارش لازم است آزاد باشد. این پرسش که چرا کارگر آزاد در سفر گردش با صاحب پول روبرو می شود علاقه صاحب پول رو بر نمی انگیزد، زیرا وی بازار کار را شاخه ویژه از بازار کالا می داند و در حال حاضر این موضوع نیز علاقه ما را جلب نمی کند. همانطور که صاحب پول عملا خود را به این واقعیت محدود می کند، ما نیز از لحاظ نظری خود را به آن محدود. با این همه یک چیز روشن است، طبیعت از یک سو صاحبان پول یا کالاها و از سوی افراد رو که فقط صاحب نیروی کارشان هستند نیافریده است. این رابطه نه بنیادی در تاریخ طبیعی دارد و نه بنیادی اجتماعی که در تمامی دورهای تاریخ بشر مشترک باشد.
حواستون به اهمیت مفهوم رابطه باشه. خواهیم دید که اصلا خود سرمایه یک رابطه اجتماعی یا تنها میتونه به واسطه یک رابطه اجتماعی بین صاحب پول کارفرما تا دقایق دیگر و فروشنده نیروی کار یعنی کارگر وجود داشته باشه. جدا از این الان میتونید بفهمید که این فراز راجبه چیه؟ راجبه این که این رابطه آشکارا نتیجه تحول تاریخی گذشته و محصول بسیاری از انقلاب‌های اقتصادی و انقراض مجموعه‌های کاملی از صورت‌بندی‌های قدیمی‌تر تولید اجتماعی است. این از اینجا به بعد مارکس توی دو تا پاراگراف میخواد اینو توضیح بده که اصلا چی شده که چیزی چون نیروی کار شکل گرفته به مساوی سوژه‌های آزاد و چرا شکل‌گیری نیروی کار مساوی سوژه‌های آزاد فقط مسئول سرمایه‌داری، چرا تا پیش از این یعنی در اصل فئودالیسم ما چیزی به نام سوژه های آزادی که آزادانه پای عقد قرارداد برای فروش نیروی کارشون میان نداشتیم. این فرازها از این حیث که مارکس داره مختصات جامعه سرمایه داری اون چیزی که سرمایه داری با اونها سرمایه داری میشه توضیح میده مهم. مقوله های اقتصادی نیست که بیشتر به بحث در اونها پرداختیم به همین ترتیب حامل مهر و نشان تاریخی هستن. پس اینجا ما با جامعه شناسی یه جورایی تاریخی سرمایه‌داری به تعبیر مارکسی سر کار داریم. برای همینی که در پاراگراف قبلی گفته بود که طبیعت صاحب پول و صاحب نیروی کار رو نیافریده، این محصول یک تحول تاریخی درازدامن. چرا میگه بنیاد اجتماعی نداره؟ بعدش رو بخون. بعدش چیه؟ دیگه تحول تاریخی نه بنیاد... همون بنیاد و نه بنیاد اجتماعی که در تمامی دوره‌های تاریخی باشه مشترک باشه. یعنی به یک تعبیری میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه که یه بنیاد اجتماعی داره که مختصه یک ویژگی مشخص تاریخیه، به کل تاریخ نمیتونید نسبتش بدید و به اینجا داره با یه جور ناتورالیزم لیبرال ها می ستیزه، یه جور طبیعتگرایی لیبرالیزم. همیشه تو لیبرالیزم یه جور ناتورالیزم هست دیگه، انسان موجود طبیعیه، یعنی موجود طبیعی یعنی خواهش هایی داره، نیاز هایی داره، نفسانیاتی داره، چه می دونم استعداد هایی داره که در همه طول تاریخ به یک اندازه موضوعیت داشته. ولی کار سنت تاریخی نگری که با مارکس هم شروع نشد، ریشاش شاید به تعبیر تو دیکو باشه، بعد تو هردره، بعد توی کانت و هگل و بعد تو مارکسه، این بود که نشون بده که چیزی نام انسان طبیعی به اون معنی وجود نداره یا خود طبیعت انسانی تاریخی. یعنی چگونه طبیعت انسانی به تعبیر ساده همین فیزیولوژی انسانی همواره درون تحولات تاریخی در اون مختصات اجتماعی متفاوت صورت بندی میشه. اگه فوکو بود میگفتش که بگونی دیسکورسیو ساخته میشه. یکی از جذابترین این بحثا مناظره فوکو و چامسیه دیگه، به متأسفانه به فارسی بدی ترجمه شده ولی میشه خون. اصلا عنوانش هم گویا از عنوان مناظره سال 1970 در باب آن هیومن نیچر. خب چامسکی میخواد با یه جور رجوع به در واقع ذهن در مقام یک امر فیزیولوژیک، یک امر نورولوژیک نشون بده که این ذهن همواره واجد یک ویژگی های ذاتیه که همیشه وجود داشته و به این معناست که میتوان از اشتراک بین انسان ها حرف زد. ولی فوکو میخواد نشون بده که چیزی به نام هیومن نیچر وجود نداره، خود نیچر همیشه تاریخیه. برای همین مثلا علاقه فوکو به یه چیزی مثل سکسوالیته که ظاهراً فیزیولوژیک ترین و طبیعی ترین ویژگی انسانیه، تا چه باید در دوره‌های تاریخی مختلف بگونی دیسکورسیف صورت بندی میشد. نظام تمایلات جنسی هم حالا این بحث رو بذاریم کنار. دست کم مارکس اینجا حرفش صریحه و روشنه. به همین ترتیب حامل مهر و نشان تاریخی هستند همه مقوله‌های اقتصادی.
شرایط معین تاریخی در کالا شدن محصول دخیل بوده است. کالا یعنی میخواد بگه هر محصولی کالا نیست. شرایط معین تاریخی در تبدیل محصول به کالا نقش ایفا کرده. برای اینکه محصولی کالا شود، نباید به عنوان وسیله معاش مستقیم خودی تولید کننده تولید شود. اینو ما همون جلسات اول هم ببینید تو فصل دو صحبت کردیم. کالا شدن یک محصول مستلزم چیه؟ تولید اون کالا، نه برای ارزش مصرفیش که برای ارزش مبادل است. این معنای این جمله ساده مارکس. نباید به عنوان وسیله معاش مستقیم خود تولید کننده تولید شود. اگر در تحلیل خود بیشتر می‌رفتیم و تحقیق می‌کردیم که تحت چه اوضاع و احوالی تمامی محصولات یا حتی اکثر آنها شبه کالا را می‌یابند، پی می‌بردیم که این هم تنها بر پای یک شیوه خاص تولید، یعنی شیوه تولید سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. با این همه چنین تحقیقی با تحلیل کالاها نابربوط می‌بود. تولید و گردش کالاها در شرایطی هم می‌توانند رخ دهند یا حتی توده عظیمی از چیزها برای رفع نیازهای مستقیم تولید کنند آن تولید شده و به کالا تبدیل نشوند، به نحوی که فرایند تولید اجتماعی نه در طول و نه در عرض هنوز به هیچ وجه زیر سیطره ارزش مبادله در نیامده باشد. ورژن فرانسه رو ببینید. تولید و گردش کالا حتی میتواند زمانی رخ دهد که بخش اعظم محصولات که توسط خود تولید کنندگانشون مصرف میشوند به عنوان کالا در وارد گردش نشده باشند. در این صورت خیلی مانده است که تولید اجتماعی در گستر عموم خود تحت حاکمیت ارزش مبادله قرار بگیرد. این فراز چیه؟ داره میگه ببین تولید و گردش کالا حتی در وضعیت هایی که کالاها محض ارزش مبادله شون تولید میشن هم وجود دارن، ولی هنوز سیطره عام پیدا نکرده. یعنی چی؟ یعنی تو وضعیت های به اصطلاح پیشا سرمایه داری هم ما تولید کالایی داریم. مثلا کجا؟ اونجایی که کالاهای مازاد بر مصرف در بازار مبادله میشه، اونجا ما کالا داریم. ولی این شیوه تولید کالایی هنوز به قول مارکس در اون وضعیت هنوز خیلی مانده است. این ورژن فرانسه یه ذره دقیق‌تر بحث توضیح میده. خیلی مانده است که تولید اجتماعی در گستره و عمق خود تحت حاکمیت ارزش مبادله قرار میگیره. یعنی تولید کالایی رو مارکس داره به تلویح میپذیره که در فرماسیون پیش سرمایه‌داری هم وجود داشته، ولی تحت سیطره و حاکمیت ارزش مبادله یا تولید محض ارزش مبادله نبوده. کالاها شکل میگرفتن ولی فقط آنجا که مازاد بر ارزش مصرف در واقع شکل میگرفت. ظهور محصولات به عنوان کالا مستلزم سطحی از توسعه. این خیلی مهمه. هی ببین قضیه داره خیلی تدریجی و تکاملی میفهمه. یعنی سرمایه‌داری ناگهان یه نقطه آغاز و دیگه تمام نداره. هی داره این به اصطلاح شکل تولید کالایی که همان تولید کالا محض خاطر ارزش مبادله است به گونه تدریجی و گام به گام منطق خودش هی داره در هم در گستره و هم در عمق بست میده. برای سرمایه داری به این معنی یک فرایند کاملا توسعه طلبانه و تکاملی. برای همینه که میگه ظهور محصولات به عنوان کالا مستلزم سطحی از توسعه تقسیم کار در اون جامعه است که جدایی ارزش مصرفی ارزش مبادله در آن قبلا کامل شده باشه. پس پیامد نهایی تقسیم کار در جامعه سرمایه داری چیه؟ پیامد نهایی تقسیم کار در جامعه سرمایه داری جدایی ارزش مصرف از ارزش مبادله. یعنی که شما درگیر کاری میشید که دوزون هیچ ربطی به ارزش مصرفیش برای خود شما نداره، فقط محض ارزش مبادله شه، یعنی تبدیلش به شکل پولیه. این خیلی مهمه و فقط در سرمایه داریه که به شکل تدریجی تقسیم کار تا منتهای منطقی خودش داره بس پیدا میکنه. جدایی که ابتدا با معامله پایاپای پدید آمد، اما چنین درجه ای از توسعه در بسیاری از صورتبندهای اقتصادی جامعه با متنبع ترین خصوصیات تاریخی مشترک است. اگر ما پول را نیز بررسی کنیم، وجود آن حاکی از فرارسیدن مرحله معینی در توسعه مبادله کالایی است.
پول هم فقط میتونسته درون منطق مبادله کالایی شکل بگیره، اما ادامه شده بگید شکل‌های گوناگون پول، پول به عنوان همعرض صرف کالاها، پول به عنوان وسیله گردش، پول به عنوان وسیله پرداخت، پول به عنوان اندوخته یا به عنوان پول جهانی، بنابر باز دوباره گستره و تفوق نسبی یک کارکرد بر دیگری نشانگر سطوح بسیار متفاوتی از فرآیند تولید اجتماعی است. یعنی ما اینجور تاریخ تکامل پول هم داریم، در اینکه پول در هر جامعه کدوم یکی از این کارکردهای چندگانه که مارکس در اینجا گفته رو ایفا بکنه، میتوان سطح تکامل اقتصادی و در واقع توسعه تولید کالایی اون جوامع رو از هم تمیز داره. با این همه بنا به تجربه میدانیم که توسعه نسبتاً ضعیف گردش کالا برای ایجاد تمامی این شکل‌های پولی کفایت میکنند، اما در خصوص سرمایه موضوع فرق میکنند. هدر میگه که چی داره میگه؟ شکل پولی که در پیوند با در واقع شکل تولید کالاییه به معنای و مترادف با تولید سرمایه نیستش. هنوز فاصله داریم از جایی که پول به سرمایه تبدیل میشه که مارکس اینجا توضیح میده. جلسه پیش به خاطر داریم میگه مارکس بین پول اندوز و سرمایه دار فرق گذاشته بود دیگه. پول اندوز کاری جز احتکار پول به اصطلاح نمیکنه، چیزی جز متورم کردن ثروت مادیش به مثابه مجموعی از ارزش‌های مصرفی انجام نمیده، اما سرمایه دار چه میکنه؟ پول به گردش میاندازه تا پول بیشتر خلق بکنه. برای اینه به این معنا سرمایه‌دار همان پولندوز عاقله. یادتونه گفته بود پولندوزی که با یه عقلانیت سوداگرانه یاد گرفته که پولشو عوض اینکه زیر بالشش قایم بکنه به جریان بیاندازه. برای همینه که میگه اما داستان سرمایه فرق بکنه. شرایط تاریخی موجودیت آن به هیچ وجه به صرف موجودیت یافتن گردش پول و کالا فراهم نمی شود. روشن سرمایه به صرف شکلگیری و تکوین تاریخی پول وابسته نیست. این لزوما اینجوری که هر کجا که پول شکل گرفت سرمایه هم هست، معلومه که چنین داستانی نیست. این شرایط تاریخی فقط زمانی پدید می آید که صاحب وسایل تولید معاش کارگر آزاد را در بازار به عنوان فروشنده نیروی کارش در دسترس ببیند. برای اینکه از ویژگی هایی که رفیقمون داره بهش اشاره میکنه، برای اینکه چیزیشون شیوه تولید کالایی سرمایه دارانه شکل بگیره چیه؟ وجود نیروی کار آزاده در بازار کار که فقط رفته رفته از قرن 16 هم به بعد شکل گرفت. اینجایی که صرف ها در مقامون برده های وابسته به زمین آزاد شدن. مارکس در فصل انباشت ابتدایی یک روایت تاریخی از این داستان میده در فصل 21 و همین یک فی شرط تاریخی تاریخ جهانی را هم در بر. یعنی شرط سرمایه‌داری در مقیاس جهانی هم همین وجود نیروی کار آزاد. بنابراین سرمایه از همان ابتدا عصر جدیدی را در فرایند تولید اجتماعی اعلام می‌کند. مرسی که تحمل کردیم. سنوشی تحمل کردیم.